خانواده های کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی همچنان پیگیر علت این حادثه هستند و میخوان صدای اونها شنیده بشه. عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری که در این حادثه جان خودش رو از دست داد، اینجا با ما هستند. خانم اجدری، من اول میخواستم ببینم که وقتی مقام های نظامی در ایران پذیرفتند که این اتفاق به دلیل اشتباه اونها صورت گرفته، حس شما چه بوده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده های عزیز. راستش این چیزی بود که حال ما رو خیلی بدتر کرد. ما خیلی راضی تر بودیم از این که این نقص فنی بوده باشه، ولی وقتی که شنیدیم که اشتباه از خودشون بوده و عامل این جنایت خودشون بودن، خیلی حال ما رو بدتر کرد. من یعنی واقعا تو بیان نمیتونم ابراز کنم که چقدر این دردناکه و چقدر ما تحت فشار هستیم و واقعا نمیتونم. اگر شما بخواید مقصری رو در ذهن خودتون پیدا بکنید و مثلا علیه اون اقامه شکایتی بکنید، این فرد کیه؟ ما دنبال یک شخص نیستیم یا یک اداره نیستیم، ما دنبال یک سیستم هستیم. اشکال از یک سیستمه که 40 ساله با دروغ ما رو فریب میدن و هرچی آدم بی‌لیاقت و بی‌کفایت روی پست در پست‌های قرار میدن که نتیجهش میشه این جنایت‌هایی که داریم میبینیم. تصاویر خواهر شما رو میبینیم. کمی در مورد خواهرتون بگید، چرا رفته بودند ایران؟ خواهر من 3 ماه بود که بورسیه دکترای دانشگاه گولف کانادا رو دریافت کرده بود، برای تعطیلات بین 2 ترم اومده بود خانواده رو ببینه و متاسفانه هیچ وقت به مقصد نرسید. چه رشته‌ای درس می‌خوندن؟ منابع طبیعی بودن. خواهر من توی ایران دکترای منابع طبیعی قبول شدن، ولی این حق رو از خواهر من گرفتم و دادم به یکی از اون آقازاده هایی که لیاقتش رو نداشت. خواهر من از حق خودش محروم کردن. خواهر من سالها تلاش کرد تا بتونه به این هدفش برسه. سالها در محیط زیست ایران زحمت کشید. یه زمانهایی بود که هفته ها جاهایی میرفت که حتی موبایل آنتن نمیداد و ما از حالش بیخبر بودیم. بعد از سالها تلاش، به جای اینکه ازش قدردانی بشه، با موشک مزدش رو دادن. هیچ نوع دلجویی صورت گرفته؟ اصلا میدونید که باید به کجا مراجعه بکنید؟ مشخصا از طرف دولت ایران که نیروهای مسلح در اونجا پذیرفتند عامل این حادثه بودند؟ هیچ کس هیچ تماسی با ما نگرفتن. از همون روز اول، از همون دقیقه اول ما خودمون پیگیر همه ماجرا بودیم. نه دلجویی شده از ما، نه تسلیتی گفته شده. رهبر و رئیس جمهور که قایم شدن، اصلا هیچ خبری ازشون نیست. به دل ما گذاشتن که حتی یه معذرت خواهی ساده بکنن از ملت. فقط خواهر من نیست، 176 تا قربانی ما داریم، ایرانی نیستن. اونا از اول هم میخواستن اینو کتمان کنن. اگه فشارهای بین المللی نبود، اینم مثل 1000 جنایت دیگه توی تاریخ گم میشد و هیچ کس ازش خبردار نمیشد. خانم اجدری، در هر صورت در اینجور موارد مسئله غرامت مطرحه، مسئله پیگیری مطرحه، شکایتی هست. موقعیت حقوقی خواهر شما خیلی مهمه در اینجا، اینکه ایشون متأهل بودن یا نبودن، بازماندگانشون چه کسانی بودن یا حتی تابعیتشون. ایشون ایرانی حساب می‌شدن؟ بله. و ازدواج نکرده بودن؟ خیر، مجرد بودن. و در نهایت خانواده شما در ایران تا چه اندازه توان این رو دارن که پیگیر ماجرا باشن؟ من به نظر خودم توی ایران جایی برای پیگیری نیست. این همه جنایت صورت گرفته، کی تونسته پیگیری کنه؟ ولی من، خواهرم و برادرم که خارج از ایران هستیم، تا آخرین قطره خونمون، تا آخرین ریالی که توی جیبمون هست، حاضریم فدا کنیم که بتونیم حق پایمال شده خواهرم رو پس بگیریم. ما خواهان یک دادگاه بین المللی هستیم که برگزار بشه و عاملان این جنایت به
جزای اعمالشون برسن. ممنونم از شما عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری که در این حادثه جان خودش رو از دست داد و به شما هم تسلیت میگیم. ممنونم. اما دکتر مشتبا شما حرفی داشتید که بله. بزنید، هنوز تموم نشده بود. بله بفرمایید. من میخواستم یه یادی کنم از شعر شاعر خوبمون فریدون مشیری که فکر میکنم این شعر رو در وصف این روزهای ما سرودن. صحبت از پژمردن یک برگ نیست، فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست، فرض کن یک شاخ گل هم در جهان هرگز نرست، فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست، در کویری سوت و کور، در میانی مردمی با این مصیبت ها صبور، صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق، گفتگو از مرگ انسانیت است. ممنونم از شما. ازتون سپاسگزارم و بازم عرض میکنم که بهتون